ما درباره برند صحبت کنیم. برند یکی از مهمترین و مغذی‌ترین غذای و چون خیلی مغذیه و می‌دونیم که خوراک اصلی ژاپنی‌ها برنجه، چون در برنج مواد غذایی هست تقویت کننده بخاطر اینه که ما باوریدیم که برنج جزء غلات پنج گانه که هستن، اسمشون چیه؟ اسمشون گندم و جو و خلّه رو، جوی دوسر و جوی فرنگی، این پنج گانه هستن، جزء اینا نیست. بنابراین اگر در ما در پسح برنج درست میکنیم، اینا حمص نیست، حمص نمیشه. بعد این درخه این مزوناته، چون این سیر میکنه، تقویت میکنه، تقویت مغذیه. مزونات چون مزوناته، اگر انسان اشتباه کرد و به جای برخه آخر برن چیه؟ اگر انسان برخه آخر برن خورد، بند کذایی برن خورد، برخه آخریه برن پشده. ولی در صورتی که این برنج را با رشته یا ماکارونی یا انواع سمه کراکرها و ناشتنده خورده باشه، به اندازه کذایی از اون خوراکی خورده باشه، دیگه برای برنج برنباشد نمیگه. برنباشد چه به برقه برنج میگه؟ وقتی که خود تنها بخوره و همراه این خوراکی که از غلات پنجگانه تهیه شدن نمیخوره. ولی از این غلات خوراکی خور که رشته، ماکارونی، این پاستا، کراکرها با برنج خور، برای این فرآورده های غلات پنجگانه علم احیا میگه و برنج را معاف میکنه. برای برنج پروپوزال دیگه برنج معاف میشه. برای این اگر انسان اشتباه کرد و برای بجای برنج، بجای که پروپوزال دیگه علم احیا گفت، این قبوله و لازم برگرده برابشت بگه. و ندانه این، بلکه حتی اگر برای برن بیرک مازان گفت، چطور امکان داره که کسی نماسی گفت پنج گرم نان خورد، بعد مقدار زیاد ارن خورد، سیر شد و این خیال کرد که به اندازه کافی نون خورده، برکت آمازون گفت. بعد یادش اومد من چرا برکت آمازون گفتم؟ من فقط 5 گرم 6 گرم بیشتر نخوردم. حالا برخی این بحثی برگرده برای برن بروشد دیگه، نه، برکت آمازون که گفت این شامل این برنج و دیگه لازین برگرده. و در ضمن بعد بگیم که برن چون برخه اول برن طبق عقیده خیلی از فتوا دهندگان که تعداد از اینها از سفردی هستن، من جمله ربن حیم بن عطار رب سلام، که معتقده که بعضی برای برن برای پیادما گفت نه مزانات. و رسم اشکنازی اینه که برای برن مزانه میگن، آدم میگن. و بنابراین اگر انسان برای برنج هادم گفت دیگه لازمی برگرده برای مزونات بگه. و یک مسئله پیش میاد اینه که برنج را معمولا با چی میخورن؟ بادمجان، سیب زمینی، لوبیا، اینا همش هادم هست. حالا اگر برای برنج، اگر برای این خوراکی برخای هادم هست لوبیا سبز و بادمجان و سیب زمینی، لوبیا این برای نب آدم ها گه دیگه لازم برای
برای برن مداد بگه. این آدم که گفت این هم معاف میکنه، این برن را معاف میکنه. حالا اگر برای برن مداد بگه، اگر برای خوراکی که آدم هستن آدم بگه نه، اگر در موقع گفت مزنات گفت برای برن، منظورش بود که این برخه مزنات فقط شامل برن باشه، نمیخواد با این برخه سایر خوراکی که آدم هستن معاف کنه، نمیخواد، منظورش فقط برنجه. در این صورت برخه میگه برای سایر خوراکی آدم ها، برای برن مزنات سایر خوراکی آدم ها. حالا اگر اصلا نیت نکرد، نگو نه من نیت نکرد چه من برخه میدونم نکرم برای برنج، فقط منظر برنجه ولی سایر خوراکی نمیخوام نین معافو کنم، این نیت نکرد. هم دو گفت برخه گفت میدونم جناب حرام گدعون بن موشه شدید تا ایشون اینطور گفتن که چون اگر انسان برای یه خوراکی آدم ها اشتباه کرد مدنات گفت، این برای قبوله؟ البته قبوله. برای هندوانه بدایی که آدم که مدنات گفت قبوله، برای لوبیا بادمجان مدنات گفت قبوله، چون برای مدنات هر خوراکی که ما برای مدنات گفتیم قبوله، غیر از آب و نمک. آب نمک یا چای، چون همینطور چای، چای چیه؟ چون آبه. همیدار انواس همه نوشابه که اکثرش آبه، اینا مزنات گفت قبول نیست، ولی تمام نوشابه های طبیعی که اکثرش آب میبین طبیعه، اگر مزنات گفت قبوله. حالا این برای برین انسان مزنات گفت، این نیان نکرد که این مزنات شامل سایر خوراک زمین نباشه، نه نکرد. چون نکرد پس این مزنات برخی اون سایر خوراکی آدم ها را معاف میکنه. در این چه موقع میتونه برای سایر خوراکی ها که آدم هستن آدم میگه؟ وقتی که نیت کرد که من مزنات میگم فقط منظورش منظور برن و نه به منظور سایر میوه ها. در این صورت برخی میگه برای زیر میبه ها آدم ها، زیر خوراکی های آدم ها برخه میگه آدم ها.